حالتون چطوره؟ عالی. بفرمایین حال من چطوره؟ عالی. حال خاندانی تو خونه چطوره؟ عالی. به به، خیلی خوب، کمربند رو ببندیم. دست چپ بالا. یک دو سه. بسته شد. نفس نفس دومی یعنی سومی چهارمی رو دیگه هم ده. یک دو سه. نفس برو. عالی. چند نفرتون برای اولین بار تشریف آوردین؟ مرسی. منم دستم میبرم بالا که جا نمونم. همه آماده؟ بریم. یک دو سه. بریم بیا. بله، عرض کنم که یک هدیه از طرف یک دوست افغانستانی، خانم مرضیه هزاره یا مرضیه هزاره که در یزد هم زندگی میکنه. همه چی رو خودم گفتم، دیدین؟ نباید به من اطلاعات میدادین. برای ما یک تابلوی رو کشیدن که من خواهش کردم خودشون هم بهمون بدن و خیلی ممنونم که این تابلو رو برای ما سلام. درد سلام، مرضیه هزاره هستم. به پاس اینکه سال گذشته مهاجرین رو دعوت کرده بودید در برنامه‌تون، من هدیه ناقابلی رو برای شما در نظر گرفتم کردم. خیلی ممنونم. خب خیلی هم قشنگ، خیلی هم ممنونم، لطف کردین. چقدر هم سریع برگشتین سر جاتون. خب خیلی متشکرم. شما چند سال ایرانی؟ متولد قومم. آها، اصلا دیگه به کل شما متولد قومم. 29 سال. 29 ساله. خیلی خوشحالم، خیلی هم ممنونم، لطف کردین، متشکرم.
میخوام دعوت بکنم از یک دوست قدیمی هممون که دوست جدید خندوانه داره میشه. یک بازیگر بسیار با نمک و دلبر و قشنگ که و بالاخره برای اولین بار داره میاد به خندوانه، چون تقریبا از فصل اول دارم بهش میگم بیام و بالاخره اومد. دعوت میکنم از جناب آقای برزو ارجمند. عجب آقا، چه عجب رفیق، چه عجب عزیز. میترسیدم. وا والا اینجا مگه ترسناکه برزو؟ سلام علیکم. اینجا مگه ترسناکه برزو؟ بله. نه ترسناک نیست. برای اون کاری که دوست داریم میگیم، میخندیم، دست میزنیم، میخونیم. نه، برای اون کاری که دوستای من میکنن، اونا خیلی آدمهای شجاعی هستن بابت، یعنی اصلا خندوندن مردم کار سختیه، کار راحتی که نیستش. آره. این همه سال داری این کارو میکنی؟ نه با این همه باحال. همسر و پسر چطورن؟ خوبن، سلام دارم. همسر و پسر خوبن، سلام دارم. بله، متشکرم. یه بار میاریم ببینیمشون؟ بله، حتما با کمال. لطفاً. و این که من میرم میشینم، شما میخواییم برای ما استنداپ کنیم؟ سعی میکنم. برزو قول داده که دیگه به عنوان یکی از یارای خندوانه بیاد و استنداپ کنه. انشالله. اینجا خب من میام اونجا. خب من چون که تا حالا این کارو نکردم، حتی اگه چیزای لوسی گفتم شما بخندین. ما بلدیم خودمون. الان بخندین دیگه. من میشه در شروعش از شما یه سوال بکنم؟ بله حتما. و از این سوال منظور دارم. حتما. تو واقعا اسمت رامبوده؟ نه جدی دارم. آره دیگه. و تو خونم رامبود صدات میکنم. بله. هیچ چی دیگه، فقط رامبود صدات. بله. چون منم واقعا اسمم برزو و تو خونم برزو صدا میکنم. میخواستم بدون، یعنی شون اسم سختیه. خدمتتون عرض کنم که من اصولا جمع ازدادم کلا. این که میگم جمع ازدادم به خاطر اینکه من دوران تحصیل بسیار شگفت انگیزی رو داشتم، یعنی یا 0-0 بودم یا 100-100 بودم. من دوران دبیرستانم 6 سال طول کشید. اصلا خنده نداره، 2 سال رد شدم. چیز مهمی. اما این رد شدنم باز دوباره خودش یه جمع ازداد داره. من در سال اول دبیرستان خرداد رد شدم، یعنی تجدیدم نشدم. یه ضرب. و در سال سوم دبیرستان که دوباره رد شدم، یه دونه تجدید داشتم. با 1 تجدید رد شدم. یعنی همیشه این مادر من پیر شد تا من دیپلم شدم و هنوزم که هنوزه باورش نمیشه که من دیپلم شدم. و باز من 2 سال رد شدم در مدرسه، بعد رتبه‌ام تو دانشکده 2 شد. آخه نمیشه که این اصلا هیچ رقمه با هم دیگه اینا تیمه. خیلی ممنون. بعد اومدم تهران وارد دانشکده شدم و با یک موجود بسیار نازنین و عجیبی آشنا شدم به نام علی لکفوریان. بعد این علی لکفوریان منو با یک موجود عجیب غریب تری آشنا کرد که شما هیچ کدوم نمیشناسینش، به نام علی پاشا شیرینکار. این علی پاشا رفیق جینگ من و علی لکفوریان بود و ما یه مثلث بودیم که بعدها سیامک انصاری هم لطف کرد به ما اضافه شد، ما شدیم یه مربع. ایشون همه چیش با من در ضده. مثلا من استقلالی هم، اون پرسپولیسیه. به همین راحتی که دارم. و ما صبح از خواب بیدار می شدیم فقط به این امید که امروز چه بلایی سر هم بیاریم.
واقعا نقشه میکشیدیم که آقا امروز چیکار کنیم، امروز من علی پاشا رو چه و این بلایا واقعا شوخیاش در حد خیلی دور افتاده ها، یعنی تا اون حد که من میتونم به شما نشون بدم که دست من اینجا دقیقا اگر که نشون بدن رد بخیه هست و علی پاشا چاقو زد تو دست من. میخوام بهتون بگم اینقدر شوخیامون چرا؟ میخواستم اینو بدتر بگم الان میگم. داشتیم بازی بارسلون و رئال مادرید رو نگاه میکردیم، طبیعتا اون چون پرسپولیسی طرفدار بارسلون بود، من چون استقلالی هم طرفدار رئال مادرید بودم و اونا سه هیچ عقب بودن و بعد یه فندکایی بودش مال پیپ بود، این از این فشنگ اینجوری میزد تیرموسیا، من این خوابیده بود موهاشم. بله ها، مشخصات ظاهریش هم بگم، علی پاشا مو داره خب یعنی مو داره بعد این مو داره رو میاره روی این مو داره، اون موقع ها که بلند بود و اینجا میبست و وقتی که مثلا فوتبال نگاه میکردیم ساعت 1 و 2 شب دیگه اینا از تو این کشه اومده بود بیرون، این موا اومده بود اینجا، این موا اینجا بود. بعد من چون اینا سه ایش عقب بودن با فندک اینجوری پس پس هی میزدم در گوشش، نمیزدم بهش واقعا که پس پس میزدم در گوشش. اونجایی که ما میزبان بودیم یه دونه بستنی برامون آوردن، اون موقع تازه این چاقوهای لیزری اومده بود دیگه، همتون الان دیدین این چاقو لیزری ها رو، بستنی یخ بود، یعنی میکوبیدی زمین برمیگشت بالا، اینقدر صفر بود. این دوست من اومد گفت اصلا نگران نباشین، گفت آقا این 3 ساعت طول میکشه آب بشه بخوریم، گفت نه من چاقوی لیزری دارم. خرد بری. مهربانی گفت، بعد قلبش هم اینه گنجیش که مهربون سری اشکش میاد، مثلا 2 متر مثلا 1.80 قلب سری جمع میشه و اینا، اینجوری دستمو گرفته بودم چیکار کردی علی پاشا چیکار کردی؟ گفت حالا دستتو بردار ببینم چی شده. دستمو برداشتم، انقدر اینو محکم من فشار داده بودم اندازه اون چشمای خندوانه اینجوری ویست اومد بالا، این دستم وای اینجوری اومد بالا. بعد حالا شما حساب کنین رفیق صمیمیتونه دستتون چاقو خورده، باید حتما بخیه بشه، بریم تو بیمارستان چی بگیم؟ هر چی فکر کردیم، نه گفتم آقا من میگم اصلا نریم اونجاها، من داییم پزشکه و اون موقع از ایرانم مهاجرت کرد، گفتم دوستاش حتما تو اون بیمارستانی که داییم کار میکرد هستن، بریم اونجا. و رفتیم و واقعا یکی از دوستای داییم بود، رسیدم اونجا گفتم دکتر دستم به دامن تو اینا، گفت چی شده؟ گفتم نگاه کن اینا، گفت وای این چرا اینجوریه، حالا علی پاشا هم ناراحت و اینا. دکتر گفت البته چیزی نیست. بعد روپوش سفیدم دکتر کامل تنش بود، اینجوری دست منو فرت 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 فشار داد، تمام هیکل دکتر پر خون شد و این باعث شد که علی پاشا بفهمه که نه چیزی هم نیست، تو وقتی میزنه خوب میشه و شروع کرد با دکتر شوخی کردن. چرا؟ چون دست منو داشتن بقیه میزدن. خب و شروع کرد با دکتر شوخی کردن به طوری که دکتر اینجوری بخ می‌زد و من هی دستم میرفت بالا میامد پایین، هی میگفتم علی پاشا خواهش میکنم ازت دستم داره اجازه بدین جورابمو در میآورد میگرفتم و دماغم میگفت بیهوشی نمیخواد، من خودم با جوراب خودش بیهوشش میکنم. از این شوخی های این چنینی، این رفاقت ما با علی پاشا در حقیقت یک رفاقت بسیار علی پاشا نمیدونم چه جوریه، یه عالمه دوست بازیگرم داره، یعنی من میتونم بابت حرفام سند بیارم، مثلا امین حیایی شما میتونی ازش سوال کنین که علی پاشا چه نوع آدمیه. و رفاقت ما در حقیقت شد، من و علی پاشا واقعا صبح ها بیدار میشدیم به این امید که امشب و هر روز با هم بودیم، یعنی من علی پاشا و علی لکپوریان هر روز با هم بودیم و فقط فکر میکردیم که چه بلایی سر هم بیاریم. ایشون در نراق درس میخوندن، یعنی محل دانشگاهشون نراق بود، میرفتن نراق 1.80 اندی قد شرطی شده بود، یعنی اینکه مثلا با علی پاشا شما میرفتیم مسافرت، انقدر سوار اتوبوس شده بود رفته بود تا نراق برگشته بود رو ماشین دوتا تکون میخورد خوابش میبرد، کاملا شرطی. بعد دفعه من گفت برزو من یکی از این ترم قبل مشروط شدم، اگر اینتر مشروط بشم بدبخت میشم، هم ممکن اخراجم کنن هم 12 واحد بیشتر بهم نمیدن و غیر و زاله. گفتم حالا حرفت چیه؟ گفت تو بازیگر معروفی هستی، ازت خواهش میکنم بیا بریم نراق از استادم برای من نمره بگیر.
گفتم علی پاشو آخه مثلا منو مردم محبت دارن ولی نمره. گفتش که نه حالا تو بیا، من نباید چیز باشم، من 9 بشم دیگه این ترم مشروط نمیشم. گفتم 9 که بازم میافتی؟ گفت آره ولی مهم اینه که این ترم مشروط نشم. گفتم علی پاشو مگه تو چند شدی؟ گفت نیم. گفتم این معجزه میخواد، یعنی من 8.5 نمره برای تو بگیرم تو نیم شدی؟ یعنی هیچی بلد نیستی تو؟ اون سه ماهی که رفتی دانشگاه چه غلطی میکردی؟ چی میخوندی؟ گفت نه تو بیا. و منو برد نراق. فقط من گفت ببین هر چی من میگم تو تایید کن، هر چی من میگم تو تایید کن. گفتم بسیار خوب، من تایید میکنم. علی پاشا فقط پدر مادرش بودن، خدا رحمت کنه پدرشو، و یه خواهر داشت، کل خانواده 4 نفره. واستاد بغل استاد و شروع کرد گریه کردن که من یک برادر سرطانی دارم دور از جون همه و برادرم شیمی درمانی داشته میکرد و ببین به پهنای صورت اشک میریخت. بعد یه همچین موجود رو من همجور نگاش کردم، بعد یهو زد که یعنی تایید کنم من اینجوری کنم که فقط میزد زیر بغلم که برو گم شو، من خودم نمرمو میگیرم، من تا اینجاش خودم خوب رفتم، تو نمیخواد من کمکی کنی. و جالب چی بود؟ جالب این بود که اون استاد بهش 12 داد و ما برگشتیم و من خیلی دمق بودم از دست علی باشا، بدنه که هی منو شروع کرد تو راه مسخره کردن که خاک تو سرت، تو قرار بود در من نمره بگیری، نمیدونم به درد لای جرز دیوار میخوری، تو مثلا بازیگری. من داشتم اونجا به اون قشنگی نقش بازی میکردم، عشق میریختم، استادم دلش به رحم اومد، تو هیچ غلطی نتونستی بکنی و و غیره و ذالک. و همجور که داشتیم بر حسب اتفاق نخوابید، با ماشین منم داشتیم رفتیم از شهرش که داشتیم برمیگشتیم نخوابید. رسیدیم به عوارضی تهران، از جاده قم و اصفهان رسیدیم به عوارضی تهران. عوارضی رو که رد کردیم یهو دیدم چشاش سنگین شد و خوابید و خوابید. و من یه خورده گفتم خدای من باید الان یک بلایی سر این بیارم و هی فکر کنم خدای چیکار کنم، خدای چیکار کنم. من ماشین رو بردم جلوی کاراش، از این دستگاه داراست، با دستگاه میشه رو بردم جلوی اونجا و واسادم و بیارو کارباشه. گفتم باشه باشه خاطرتون جمع، انعامم بهش دادم، این ماشین رو کف زد، علی پاشا خواب، ماشین وارد این دستگاه کارواش شد. اولش اگه دقت کرده باشین یه صدای آب میاد که میریزه رو ماشین، فینگ بعد یواش یواش صدای فوت یکم صدای فوت میاد، اینم چشاش یکم اینجوری اینجوری شد و یهو چشاشو باز کرد دید اون دستگاه بزرگه هست اصلیه میاد روی ماشین، اون داره میچرخه، منم یه دونه پراید داشتم، دید اون داره میچرخه، گفت یا خدا یا خدا یا خدا. و گفتم چیزی نیست چیزی نیست، من شروع کردم به خندیدن و اون قش کرد علی پاشا و از کارباش اومدیم بیرون، آبقند براش آوردن و اینا. بعد من همزمان همین ماجراها رفتم سر کار مهران غفوریان برای زیر آسمان شهر. مهران من گفتش که ما هر کدوم از ما سری دوم بود که من میرفتم، گفت هر کدوم از ما یه تیکه کلام داریم، تو هم یه تیکه کلام پیدا کن و اینو هی تکرار کن، این خوبه برای مخاطب اینا. گفتم مهران من نمیتونم این کارو بکنم. گفت به هر حال بعد یه چیزی پیدا کن. گفتم من یه چیزی پیدا میکنم. علی پاشا یک خصوصیت جذاب داره و اونم اینه که خنده شروع نداره، یعنی از وسط میخنده. همه ما الان داره شروع میکنه، میگیم از اینجا شروع میشه به قهقهه میرسه، علی پاشا از وسط میخنده. یعنی مثلا یه ماجرای با نمکی براش تعریف کنی میگم بقیه شو دفعه بعد. خیلی آماده کرده بودم از علی پاشا براتون بگم ولی دیگه وقت تموم شد. دفعه بعد. چشم، خیلی ممنونم، تمام تلاشمو کردم. اگر موافقید برزو به تعریف ماجراهاش و به حضورش در خندوان ادامه بده، یک تشویق اساسی. به همین سادگی تموم شد. امیدوارم دفعه بعدم همه شماها باشین دوباره. تو دیگه من دیگه یک خندوانه‌ای هستم. بله من یک خندوانه‌ای هستم و تموم شد.
خیلی خیلی ممنونم ازتون. ببخشید باور کنید تجربهشو نداشتم، خیلی تلاش کردم که شما بخندین و امیدوارم که خندیده باشین. و بازم از علی پاشا واقعا ممنونم، اینجا هم به دردم خورد. خیلی متشکرم. خیلی هم عالی و خدا رو شکر به رفقامون هی اضافه میشه. بریم بیاییم. آماده؟ 1 2 3 بریم بیاییم. سلام. نوروز مبارک. عیدتون مبارک باشه. ما یک روز دیگه از نوروز رو در کجا هستیم؟ در چابهار. ما میخوام سواری قایق بشیم و برسیم به یک لنج با بچهای لنج نوروز رو بگذرونیم. سلام مبارک، خوش اومدید. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. آقا کدوم وری بریم؟ بریم. هفتی رو اینا کجه چیزن؟ بله آخیر حسن نمیشین ها. سلام صفره هفتی سلام سالینا شما مبارک شما رو دریا چقدر میمونی؟ یعنی سال تحویل هم رو دریا این؟ دریا ما 40 روز 50 روز بعضی موقع 2 ماه بستگی داره چقدر سید بکنیم. هر چه سید سریعتر انجام بشه سریعتر برمیگردیم، وگرنه معطلی داره تا 2 ماه نهایتش میمونیم. و بعد چند روز تو ساحل میمونیم؟ تو ساحل بعضی موقع 10 روز 15 روز نهایتش 20 روز دوباره مجددن سوخت و مواد غذایی برمیگردیم داریم. این تو این 10 روز خندوانه نگاه میکنین؟ سوال که میاریم خندوانه رو نگاه میکنیم. باش خوشحالی خندوانه هست. آقای راموس خود داشته باشین. یعنی برمیگردن تو سوال حتما خندوانه یک از مجموعات زندگیشون. تلو تلو دریا ما رو میخندیم. میخندونه. شما برای همی شادین انگار. همیشه شادیم. بله. حالا شما که دیاز به تلو تلو اینا ندید. ایشون همیشه خوشبختانه خندشون باز. میخوایم امتحان کنیم امتحان کنم بفرمایید. چه سقف کوتاهی داری اینجا؟ چجوری اینجا؟ عادت کردیم دیگه مسیرمونه همیشه میریم اینجا. چی هست؟ اینجا جای استراحتمونه. میایم شبات ملوانه که کاراشون تموم کردن میان اینجا برای استراحت خواب. خوابتون هم بگم همه قد جدی خواب تبخند رو زنید. خب مراسم نوروز رو چجوری برگزار کنید؟ تو لنج هم سفره میچینن. بله.
با لبخند میچینم. بله. من بخوام ناخدا باشم بعد چیکار کنم؟ یه مراحلی داره، بعد اول ملوان بشی، بعد بیا یاد بگیری، پله پله کمک ناخدا بشی، بعد بیا ناخدا بشی. یه جو عادت داره که جهشی بیره. خب بس جهشی راشمونه بره سکان می دست بگیره. چه کاری لازم داره بگیره؟ انجام بده. وقتی تو اردوگاه بینو اینا آوازی میگن. آره آوازی میگن. شیخان اینا میگن حکایت میگن. شعر هست که مال دریا هست. یکی شعر نمیتونی بخونی؟ همیشه هر وقت ما در آرامش خواب هستیم، در راحتی خیال هستیم، یادمون باشه یک کسای دیگه دارن کار میکنن برای اینکه این آرامش ما بتونه ادامه داشته باشه. عید اونا مبارک، عید همه شون مبارک، عید همه مون مبارک و عید شما هم مبارک. همیشه به بلوچی بگن سال نو مبارک. بگین آقا سال مبارک. ما بگیم سی برای به سال بزن شارشی. رفقای عزیز،
همه دوستان دیده و نادیده. تصمیم گرفتم خودم از همین جا از توی بیمارستان گزارش مستقیم ماجرا را بدهم. بله، من چند روز است در بیمارستان شریعتی بستری شدم. چرا؟ چون بعد از چند آزمایش و چند هفته مراجعه به دکترهای آنکولوژیست گفتن تو مبتلا به سرطان خون هستی. اسم تخصصیش لوسمی حاد مغز استخوان است. علائم خاصی داشتم؟ نه، فقط چند شب تب کرده بودم. مگر می شود به همین سادگی؟ بله، ظاهراً می شود به همین سادگی. حالا چه می شود؟ می گویند باید چند دوره شیمی درمانی کنی، دوره هایی که شاید 6 ماه تا 1 سال طول بکشد و بعد پیوند مغز و استخوان انجام شود و چند ماه بعدش ایزوله باشی. می گویند این بیماری تا 20 سال پیش همه را می کشته، ولی امروز تا 90% یا حتی بیشتر امکان مهار کردنش وجود دارد. خلاصه وضعیت این است. مراحل درمان تازه دارد شروع می شود. شاید همه چیز خوب پیش برود و هر مرحله سریعتر طی شود. شاید خوب پیش نرود و طولانی تر شود. اما بگذارید این را بگویم که رفتار اطرافیانم در این چند روز برایم تکان دهنده بوده. از خانواده و نزدیکانم گرفته تا دوستانم و کسانی که اصلا نمی شناسمشان. اعتراف می کنم به مخیلم هم خطور نمی کرد. می توانم چنین جایی در دل شما داشته باشم. چرا اطرافیانم را نمی شناختم؟ در این روزها که مهربانی های غیر منتظره تان مستم کرده، دائم در این فکرم که عالم هستی بعید است در مقابل این هجوم عاطفی بی تفاوت باقی بماند و شاید معجزه همین شکلی رخ می دهد و پروردگار به این همه دعا و درخواست شفا بی اعتنایی نمی کند. در این چند روز کلی چیز از همه تان یاد گرفتم. بعضی هایتان در متن‌هایی که در این چند روز نوشته اید خاطراتتان را از من مرور کرده اید، از قدیم‌ها، از مجله سوره و هفته‌نامه مهر و جاهای دیگر تا مجله 24. تاش را نبندید لطفاً، آخرش اینجا نیست. برمیگردم به امید خدا، خاطرات را ادامه می‌دهیم. متنی که خوندم، یه دوست در زمانی که مطلع میشه به بیماری سرطان دچار شده اینو نوشته و همونطور که اون تهشو نبسته ما هم نبستیم و بلکه اون با قدرت و پرخون به این بیماری با این بیماری جنگیده و الان 17 ماه از این نامه میگذره و میخوام دعوت بکنم از بانو کوثر آوینی، دخترک قشنگ لیلا معززینیا و جناب آقای حسین معززینیا. منم بودم یهو از چیز میشدم، منم بودم جا میخوردم. این همه سلام بشین. نمیخواد دست بزن. خب دست نزن. دست نزن؟ نمیخواد دست بزنه؟ دست نزن. سلام. 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 حالتون چطوره؟ قربون شما. خیلی خوش اومدین. لیلا خانوم، هندوانه میخواین بهتون بدم؟ ببین از اینا. خیلی خوب، من معذرت میخوام اصلا. خب خانم حالتون چطوره؟ خدا رو خیلی خوشحالم میبینمتون. آقا حال شما چطوره؟ قربون شما. شما رو هم خیلی خوشحالم. یادم رفته بود این مسئله رو، جزئیاتش رو. آره شنیدی؟ آره. آره خیلی هم طولانی نوشته بود و مفصل و یه بار یاده.
دیگه حالش اینجوری بوده دلش خواسته مفصل بنویسه. چی شده؟ این یه کفش دوزکه. چی بهش؟ کفش دوزک بزرگ. دیدی خوشش اومد. دیدی خب عرض کنم خدمتتون که خانم کوثر آوینی، شما خیلی ما تلاش کردیم و خواهش کردیم و من با حسین کلی جونه و خواهش و التماس و اختیاری در این حد هم شما نمیدونین آخه در چه حد ما کلی با هم دیگه حرف زدیم، کلی راه و روش با هم بررسی کردیم که شما تشریف بیاریم. چرا براتون سخت بود بیاییم؟ چرا دوست نداشتیم بیاییم؟ چرا؟ بگیم، یه چیز بگیم. والا تو همه این سالها خب خیلی پیش اومده بود از من خواسته بودن، مثل حالا مادرم یا برادرم یا بقیه اعضای خانواده که حاضر بشم چرا دور بگیم. سخته خب، به هر حال. سختیش چیه؟ سختیش؟ بعضی ها با دوربین راحت هم، بعضی ها با دوربین راحت نیستم. من جز اون دست آدم هم که با دوربین راحت نیستم. آها، با دوربین راحت نیستم. الان معذب چیزیم؟ اینجوریم؟ من نه، الان اینقدر درگیر لیلا و نگران این که ساعت خوابش گذشته بود چیزی که ممکن. ساعت خوابش گذشته راست میگی. آره تو رو خدا یه میکروفون میدادین به لیلا در حدی که لاغل دست مثلا حسین بگیره دستش صدا شما دقیق تر داشتم یه از این آره دستی ها بیاریم مامانی آره مامانی تو تلویزیونه چند جاست مامانی؟ چی؟ آره چی میگه؟ میگه تو تلویزیونه بر مامانی تو تلویزیونه داره فکر میکنه جمعه شهادت عینک زد مامانی جمعه سالگرد 23 سال شهادت این میکروفونه برای شماست جمعه 23 سال شهادت آقای مرتضی آوینی و ما کلی میخواییم گپ بزنیم راجع به این که اول راجع به خودتون بعد راجع به ایشون به ما بگین بعد راجع به لیلا به ما بگین بعد راجع به حسین به ما بگین بعد حسین صحبت میکنه حسین مدرس سینماست منتقد سینماست فیلمساز تو تلویزیون هم کار کردی یه 45 تا برنامه تلویزیونی آره. ساختم آره. مستند هم ساختی در واقع اونا بیشتر مستند بودن برنامه‌های مستند تلویزیونی بودن آره و چه خبر اونجا؟ اینجا مانه بابا نشسته نگاه کن لیلا هم نشسته لیلا هم نشسته لیلا نشسته آره چجوری میشه تو هم اونجا نشسته باشی هم اینجا میشه؟ آره آره شده آره حسین روزی که من تو وقتی که دچار بیماری سرطان شدی و توی بیمارستان بودی شریعتی من نمیتونم توضیح بدم که بگم به این دلیل اومدم تو رو ببینم و یکی از نکاتش این بود بچه این جالبه بشنوین یه ذره حواستون از لیلا بدیم به من از یه ذره به من گوش بدیم من و حسین همدیگر هیچ وقت ندیده بودیم ولی خب همدیگر میشناختیم به خاطر اتصالات حرفه‌ایمون وای چقدر جالب دیدی چقدر شاه حسینی کجا میری؟ چه حیرت زده نگاه میکنی؟ اون کارش اون پشته لیلا جان اون پشت آره اون پشت بعد کار بکنه آره بعد اون پشت کار بکنه بگم خلاصه این تیکر رو برام به ارزشمنده به خاطر اینکه اینو بگم ما هم دیگر هیچ وقت نایده بودیم تلفنی با هم حرف زده بودیم تلفنی حرف زده بودیم یک جلسه نقد فیلم هم در خیلی سال پیش آها عرضم اینه که
یک چیزی به من حکم کرد که نمیدونم عاطفمه، عقلمه، حسمه، نمیدونم رفاقته که نداشتیمه، حکم کرد که من بلند شدم شبونه رفتم حسین رو در بیمارستان دیدم. از اون ته اومدی، من ازش خواهش کردم صداش بکنه، اومد را هم داشتی میرفتی فکر میکنم، یعنی اصلا نخوابیده بودی. آره پای سرام دستم بود، داشتم تو راه رو میرفت، داشتی تو راه رو میرفت، اومد سلام سلام فلان اینا، بعد گفتم که ببین من اومدم تو ببینم، ببینم حال چطوره، چیزی میخوای چیزی نمیخوای، فقط یه چیزی بگم. گفت چی؟ گفتم اگر لازم باشه همین الان من تو رو وردارم ببرم یه بیمارستان دیگه. بعد گفتی که نه، بهترین بیمارستان، بهترین دکترهای موضوع تو الان تو این بیمارستانه و از نظر پزشکی اینجا عالیه. واقعا همینطوره. اون میکروفون رو میخوای یه دونه سبک‌ترش نگیریم نه؟ همینقدر سنگینه. باشه پس ادامه میدیم به این ضربه ها. ها؟ یه میکروفون رو از خواهش میکنم. میگن شما یکی براش بگیره. آره باید خواهش بگیریم. آره ولی واقعا به لحاظ پزشکی حالا هم از جهت رسیدگی کارت پزشکی، هم از جهت دانشی که در واقع تو بیمارستان شریعتی الان سر این بیماری هست، واقعا فوق العاده. آره تو هم از لطفتون شب اومدی و خیلی خوشحال کردیم. مخلصم. نه اینو برای این تعریف میکنم که بگم چیز عجیبی بود برای خودم، برای اینکه انقدر دلیل موجه لاغر ظاهری نداشتم برای اینکه اون کارو بکنم. این از تو نشأت میگیره. من دارم اینو تعریف میکنم برای اینکه بگم تو منو وادار کردی به انجام این کار. و همونطور خیلی... که تو این متنی که خوندی گفت نوشته بودم، همه اینا برام غیر منتظره بود. آره. واقعا یعنی وقتی این همه ابراز لطف میدیدم مونده بودم. آره قضیه چیه؟ میفهم. و چیزی که فوق العاده است اینه که تو با این مبارزه با این بیماری مبارزه کردی و الان در چه وضعیتیه؟ خوبم الحمدلله، خوبم خدا رو شکر. خیلی جنبه روحی تو این بیماری مهمه و حالا این برنامه قرار نیست درباره سرطان خون باشه، ولی اگر یه روزی قرار بود از اینجور حرفا بزنیم، واقعا من خیلی تجربه مهمی که برای خودم حاصل شد این بود که اطلاعات مردم کمه در این مورد و واکنش ها گاهی اوقات زیادی اغراق میزه، زود ناامید میشن، زود میترسن. اسم سرطان خیلی ترسناکه و بعضیا فکر میکنن اصلا سمت این نریم، بذاریم تو خلوتش بمونه. بعضیا میگن خب این که دیگه زیاد زنده نمیمونه، حالا مثلا یه خورده عاطفه های باقی مانده رو خرج بکنیم. واکنش های خوبی انجام نمیشه. به نظرم یه کارهایی واقعا باید کرد، حالا نمیدونم تو برنامه سازی، تو تولید متن، تو چیزهایی که به هر حال همه بدونن وقتی یکی یهو از نزدیکانشون اسمش میشه بیمار سرطانی باید چه بکنن. خیلی روحیه آدمی که تو این موقعیت قرار میگیره خیلی اهمیت داره. و اطرافیان؟ اطرافیان خیلی تاثیر میذارن. من واقعا دو سه روز اول تو شوک بودم، حالا که زمان گذشته زیادم این به خود وانمود نکنم، آدم خیلی شجاعی بودم. آخه شوکه دیگه، آدم رو زندگیشو میکنه، یهو بهت میگم بیماری، اونم چه بیماری، این بیماری، پروسه درمانیت هم در بهترین حالت مثلا 17 18 ماه طول میکشه. خب اصلا آدم یهو از زندگیش پرت میشه بیرون. خیلی رفتار اطرافیان واقعا برام تاثیرگذار بود و خیلی یعنی در واقع اونا زمینه رو ایجاد کردن که من حالا بتونم بگم خب وقتی همه دارن اینجوری رفتار میکنن منم با تعامل کنم و تا تاش برم دیگه. لیلا از ما دو تا بیشتر حرف داره و از ما سه تا بیشتر توجه جلب کرده، یعنی تقریبا هیچ کس داره به ما گوش نمیده. خود من ترجیحم اینه که حواسم پیش لیلا باشه. من یافتم. نه از روزی که متوجه شدین حسین دچار بیماری شده تا الان یه ذره بگین برام هر چی خودتون صلاح میدونین. راستش همه چیز خیلی هنوز زوده برام و کم کم که دارم فاصله میگیرم ازش دارم میفهمم که در واقع چه تجربه ای رو از سر گذروندم، چون مسئله لیلا خب خیلی پیچیده کرد قضیه رو، چون خب من در واقع با این وضعیت مواجه شده بودم که حسین خیلی نقش داشت توی بزرگ کردن لیلا. من لیلا 1 سال و 4 ماهش که بود فهمیدیم حسین مریضه و لیلا خیلی وابسته بود به باباش، خیلی کوچیک بود و خب فهمیدم مدت‌ها بعد بره بیمارستان. من با مشاور کودکم صحبت کردم، بهم گفتن که خب بهتر خونه خودت بمونی، لیلا دیگه از باباش جدا شده کافیه، دیگه مثلا محل زندگیش عوض نشه، اسباب بازیاش، تخت خوابش، نه همه همونجوری بمونه.
و خب من با این وضعیت مواجه شده بودم که لیلا خب صبح به صبح پا میشد و پدرش نبود و من هم نمیتونستم برم پیش پدرش باشم، چون بعد پیش لیلا میبودم برای اینکه خب بیشتر از این آسیب نبینه. در نتیجه مجبور شدم فاصله بگیرم از روند مثلا درمان حسین که خیلی سخت بود. شب به شب بعد از اینکه مثلا لیلا میخوابوندم میتونستم تلفنی حرف بزنیم یا از طریق مثلا حالا دوربینی چیزی هم بیار ببینیم از گوشی و اینا، یا حالا هفته ای مثلا دو سه بارم برم بیمارستان اگه بتونم یه رو 20 دقیقه ببینمش. تمرکز بکنید رو موضوع آقای آوینی، رو شخص ایشون. شما به عنوان دختر، شما به عنوان کسی که باهاشون هم کار کردین هم بعد وصلت انقدر نزدیک خانوادگی، حسین بگو که بگو اصلا چجوری اولین بار چجوری و کجا دیدیشون. من در واقع مثلا 17-18 ساله بودم، تازه فهمیده بودم غیر از مجله فیلم خب مجلات دیگه هم درباره سینما می نویسن. تو اون سالها خب حتی تعدادش کم بود. سوره رو می خوندم، خب خیلی هم به نظرم مطالب، حالا نمیتونم بگم منصفانه ای نبود، ولی به هر حال مطالب مهربانانه ای نبود. یعنی شک داشتم که خوبه اصلا اینا این میزان حمله به سینمای موجود کشور و زدن زیرا به بسیاری از فیلم های مهم و فیلمسازهای مهم. یه جور رابطه پیچیده‌ای با مجله سوره داشتم، کنجکاو بودم بخونم، ولی خب همیشه هم فکر می‌کردم که اینا چه اینجوری هم مجله فیلم خب حالی متعادل تره، خیلی عادی تره. تو اون سال هم تقریبا همین بود، چیز دیگه در باره سینما منتشر نمی‌شد. بعد حالا تا یه حوادثی که خیلی شرحش طولانیه و البته خیلی بامزه است، چون مثل قصه های پریاس، ولی فکر نمی‌کنم الان وقت باشه بگم، رفت پیدا کردم به مجله سوره، داشتم مینوشتم یواش یواش درباره سینما تو همون 17-18 سالگی. دلایلی تلفن زدم مجله سوره و یه کاری پیش اومد و قرار شد مثلا سری بهشون بزنم به عنوان خواننده. شاه حسینی شاه حسینی فکر کنم رفت سراغ فقط کشبوزن. برای اینکه لیلا حالش آها همین، فقط حواست باشه. خوب بود، گشت و گذار خوبی بود. آره گذارم به مجله سوره افتاد و خب چند باری رفتم و اومدم، منتها تو هفته های اول و دفعاتی که میرفتم و میومدم بیشتر مسعود فراستی رو اونجا میدیدم و بقیه رو. بعد خودم اتفاقا فکر میکردم مسعود فراستی اونجا بوده اینقدر حمله میشده به همه. آره همیشه از همون موقع از لحظه ای که چش باز کرده گفته اوه شروع کرده گیر دادن به مزه شیر مادر، به نوازش پدر، به همه چی گیر داده. خب بقیه هم همین بودن اونجا، مثلا تو سرویس تئاتر و سرویس های دیگه هم همه مشغول حمله بودن. اتفاقا از لحظه که وارد شدم خودم فکر میکردم ممکنه آیا آوینی رو ببینم، فکر میکردم خب نه سردبیر که اینجوری نیست مثلا ببینه، باید خب خود پیچیده است، من همینجور دارم میرم و میام. تا اینکه بعد اون وقت تصورم این بود که احتمالا آیا آوینی مثلا یه اوورکوت خاکی تنشه، مثلا ریش خیلی بلندی داره، خشنه، احتمالا مثلا مشغول دعوا با کسیه، مثلا از نوشته‌هاش احساس میکردم به هر حال با آدم یه خود ترسناکی باشه. تو یکی از دفعاتی که تو اتاق سرویس سینما نشسته بودم با مسعود فرزاتی و بقیه بحثی بود، یهو دیدم یکی کنارمه خیلی خوشگله، خیلی لباس خوبی پوشیده، خیلی آرومه، داره به حرف دیگران گوش میده. فکر کردم این کیه؟ بعد در واقع تو یه رو 20 دقیقه که گپ و گفت ادامه داشت، دیالوگای رد و بدل شد که فهمیدم این قاعدتا باید آوینی باشه. گفتم ولی اولا چرا اینطوریه، چرا اینجا نشسته، چرا تو اتاق سردبیری نیست، الان باید وقت بگیره بره ببینتش و اینا، اینجا چی کار میکنه، چرا نشسته به حرف دیگران گوش میده. بعد یواش یواش هرچی گذشت دیدم خودشه. بعد یهو علاقمند شدم یه چیزی بگم، آدم بالاخره، یعنی بالاخره من یه بچه 17-18 ساله، یه چهره مشهور یهو کنار دستمه، یه چیزی همینجوری گفتم، مثلا گفتم که اون مطلبی که شما نوشته بودید مثلا فلان. بعد خود رو با تعجب نگام کرد، بعد از 10-15 ثانیه مکس گفت آره مثلا این موضوع در موردش بوده. از این تاریخ به بعد در واقع اغلب دیدارهایی که اتفاق میافتاد همینجوری بود. یعنی من فهمیدم یک سردبیر متعارف نیست واسه نشریات دیگه‌ای که دیده بودم، تو تحریریه برخوش میچرخه، میشینه گپ میزنه، در واقع تو همین گپ و گفتها اصلا مجله داره شکل میگیره و خیلی خیلی مهربونه، خیلی یعنی راستش الان هم تو خیلی از جاهایی که پیش میاد از من میخوام مثلا درباره ایشون حرف بزنم، واقعا ترجیح میدم به جای اینکه از تفکر شروع کنیم و از مباحث خیلی مهم و به هر حال خیلی قابل توجهی که ایشون ترک کرده، راستش واقعا فکر میکنم
رفتارش همین الان با شهید فرد داشتیم گپ می‌زدیم داشت بهم گفت به هر حال آیا آبینی که یادت به هر صورت هر چه قدم باش مخالف بودی وقتی میدیدیش یه جوری بود انقدر خوب بود و خوش رفتار بود و تأثیر رو آدم می‌ذاشت که بعد 20 دقیقه خب آخه دوستش داشتی حالا می‌تونستی باش مخالف بشی. واقعا این بهترین توصیفه. یعنی من هنوزم بعد از همه این سوالا بعد از این همه که دربارش برنامه ساختم فکر کردم چیز نوشتم کتاب نوشتم حالا کار مثلا ظاهرا فکری کردم هنوزم راستش وقتی بهش فکر می‌کنم بیشتر همین خوش برخوردیش همین رفتار دلنشینش آره این چیزی که به نظرم مشترکی بین همه کسایی که ایشون از نزدیک دیدن و باهاشون حرف زدن و معاشرت کردن این که خیلی خوش برخورد بوده خیلی اهل بگو بخند و مهربونی بوده خیلی آره آره خیلی من یه بار داد زدن بابا رو دیدم پای تلفن ساعت اینجا سر اینکه دستمزد یکی از بچه‌ها رو مثل اینکه نداده بودن دیر شد و من خیلی درکی نداشتم ولی فقط شما چه قدی بودین 7-8 سال خب نشسته پای تلفن فقط داشت دعوا می‌کرد و بقیه چیزی که ازشون یادتونه؟ این بچه ها پولشون مونده نمیدونم یه همچین این جملات یادتون مونده آره. آره تو خونه تنها جالب خونه. الان گفت من یادم افتاد که دقیقا یکی از دفعاتی که من خیلی حیرت کردم داشتیم تو راه روی سورنا میرفتیم من دیدم صدای جیغ و داد شدید میاد و ترسیدم یه خیلی صدای بلند میومد من پرسیدم چه خبره گفتن آیا آوینی داره تلفنی حرف میزنه گفتم مگه به این شدت داد میزنه بعد اومد بیرون خندید گفت گلوم گرفت انقدر جیغ زدم چی شده بود؟ گفت داشتم با یه زم سر پول بچه ها و معوقه هایی که مونده و اینا جر و بحث میکردم پس تو خونه هم این ماجرا بوده آره کسی پول کم میآورده هرچقدر خودش همراهش بوده نصف میکرده با همون بعد میگفته حالا خدا روزی هر روز و همون روز میده فردا درست میشه مثلا چه باحال چه باحال به نظرم بریم بیاییم و گپمون رو با خانواده معززینی ها ادامه بدیم آماده؟ بچه برای اینکه خیلی لیلا از این صدا اینجوری نشه یه ذره آروم‌تر میگیم 1-2-3 بریم بیاییم این همه گل میخواییم چکا کنیم باش؟ یعنی برای مشتمه شلوغ‌ترین وقتت کیه؟ شلوغ‌ترین وقتمون همین شب عیده و بعد از این فرق کار گل و گل جل سازنده است گل تولید کننده هستش روحیاشون فرق بکنه چند تا واحدین اونجا؟ 32 تا خب پس چرا فقط یه نفر اومده خرید؟ خب دیگه فعلا مسئولش منم آها اعتمادم هست و سلیقت کنم توپ و از این حرفا گفتن که شما بریم بخرید بله. هر سال شما این کارو میکنید؟ بله بله مدیر ساختمون هم هست بله حدس می‌زدن بیچاره مدیر ساختمون‌ها این ایام عید به خصوص خب دیگه بله شارژا رو به موقع میدن کم و بیش میدن دیگه حالا شما که اینقدر واعده خونه خودت هم گل و اینا داره دارم بله حیات داری خونه تو حیاتم داره پر گله پر گله خیلی خوشگله خوشگل‌تر از همین مجتمع ها اینا که میری خب دیگه اونم اندازه‌ای که خودمون در راستمون باشه میرسیم بالاخره میکاریم توش عمل میاد ما خانومتون نمیگین گلا رو بیشتر از من دوست داری هی میرسی بهشون هی میباشون نه خانوم هیچی نمیگه هیچی نمیگه نه. گل دوست داره گلم دوست داره منه خانومت عاشق گله عاشق گله بله شما هم گلی شما هم گلی چی میشه یه شرعیت همه دنبال گل میدونن خاطر همین که دیگه نظافت و برای تمیزی و برای عید و قشنگی و برای قشنگی اهل گل شاخه‌ای خریدن اینا نیستین نه بیشتر گل اینجوری بله زیاد نه مردم بیشتر برای خودشون گل میکنن یا برای مهمونایی که میخوان بیان برن خب اکثرا برای خودشونه زیادشون هم برای مهمون و برای اینا که میان برای دیدن اینا گل اینجوری ها گل آدم میسازه روی آدم همیشه جوان و شاداب نگر میداره حالا میخوام این اگه لوبیا سهرامیز داشتی دوست داشتی وقتی کاشتیش سر از کجا در بیاره؟ سر از کجا در بیاره؟ استدیوی برنامه خندوانه یه قصد پر پول هم اونجا بهتون خوش میگذره شاید حتماً حتماً تو نوکش هم میدم تو نوک نوکش تو نوک نوکش میدم آره باز و همه چی برمی دارم یارم پایین پس بخند تا خنده و روز بخنده ها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 ه
امشب و در این خندوانه مهمونای ما خانم کوثر آوینی، خانم لیلا معززینیا و آقای حسین معززینیا مهمونای ما هستن و خیلی هم خوشحالیم از اینکه شما ستا اینجایید. لطفاً شما مخلصیم. قربان شما. یه لبخندی باید بزنین به تماشاچی و دور بینا. خانم کوثر آوینی داشتن میگفتن دوربین عکاسی هم جلوی من میگیرن، میگن لبخند بزن، من نمیتونم. بس بکن الان چیکار باید بکنین اصلا؟ بعد این رأی باید جمع بکنین، تماشاچی در منزل به این رأی میده. خب من که اصلا امیدی ندارم. من خیلی چیز کنین، از خانواده هم استفاده کنین، الان یه کار گروهیه. نه داره به کسی میگه که یکی از راحت ترین مردم ایران جلو دوربین بوده. کی؟ خودت. آه من؟ از قدیم تد این ویژگی عجیب بود واقعا. آره یه یک جهش ژنتیکیه. خب آماده این؟ هر ستاتون به اینجا لبخند بزنین و از مردم ایران رأی بگیرین. به این لبخند باید رأی بده. براشون میشماریم. یک، دو، سه، برو. پنج، چهار، سه، دو، یک. لیلا حیرت زده است. اینجوریه. این دیوونه ها کیان؟ اون یه چیزایی از ما میخواد، یه دم بیخودی داد میزنن، همه با هم میشمرن. خانم این شعر، یا خانم آقا این شعر از آقای آوینیه. برایت گل میآوردم. چی؟ برایت گل میآوردم، برایت گل میآوردم و با تو در اتاقی که به رنگ چشمهایت بود میماندم، ولی دیدم که دستم لحظه ها را دور میریزد. تو شاید گریه میکردی که من تنهایی بیهودهی بودم. تو مثل نبض خوشبختی من آرام خواهی ماند و هرگز مرگ یک دیوانه کوچک که دور از باغ در زندان گلدانهای زیبای تو میمیرد تو را گریان نخواهد کرد. و میخک هایی که دور از باغ در زندان گلدانهای زیبای تو میمیرند میدانند من تکرار یک تنهاییم در چشمهایی که تمام چشمها را دوست میدارند. جا قشنگ درست کندم؟ خیلی قشنگ. شعر دیگه تو ذهنتون هست از ایشون؟ یه چیزی شعر نه، جمله‌ای، قصه‌ای، غیر از خاطره این که داشتن داد می‌زدن گفتن پول بچه‌ها رو بدین. اگه بریم سراغ خاطرات که من خیلی خاطره دارم، ولی خاطره یکی دو تا از خیلی میگه نگو دیگه. خاطرات رو نگو. چرا؟ چه حساسیتی داری؟ یه روزی هر جمله رو منفی میکنه، فرق نمیکنه هر چی میگیم منفی میشه. هیچ ایرادی نداره. پس خاطره، یه سری خاطره نگیم. بگو این الان خاطره نگفتنه. آره الان مشغول خاطره نگفتنه. آره خاطره نگفتن. یه چیزی بگین که برای ما خیلی خیلی خوشایند باشه شنیدن این خاطره از زبان دخترش. از این خاطره ها ندارم، من خیلی کوچیک بودم. من چیزایی که یادمه. خیلی خاطره دارم. آره خب، ولی خاطرات خیلی روزمره است. باشه. دقیقا زندگی روزمره. این که مثلا چه میدونم حالا شب، خب ما خونمون طبقه پایین خونه پدر و مادر پدرم بود، پدر بزرگ مادر بزرگ، شروع کرد که حرف نزن. ما خونمون طبقه پایینه، خونمون طبقه پایین خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم بود و خب پدرم شبا معمولا دیر می اومد خونه. خیلی به ندرت پیش می اومد که ساعتی بیاد که مثلا پدرش بیدار باشه یا مامانش بیدار باشن. ولی خب وقتی می اومد خب می‌خواست بره بالا. ما هم خب بچه بودیم، تازه بابامون اومده بود خونه، می‌خواستیم ببینیمش. ما گفتیم باش می‌رفتیم بالا. بعد خب کوچیک بودیم، در نتیجه تمام مدت که بابام میشست رو مبل، مثلا خب ما هم داشتیم رو سر و کولش میرفتیم بالا. اون آروم بود، چیزی نمیگفت، ولی خب مثلا مادر بزرگ من که جای نشستی که شما الان نشستین اعصابش خرد میشد. میخواستم مثلا یه لحظه باباتون رو ببینم. آها به شما معترض میشه.
یا مثلا میشستم جو کیهان بچه‌ها برام میخوند و باز وضعیت همین بود، منو برادرم یه سال با هم اختلاف سن داریم، اون قصه شو میخوند برای ما، ولی خب ما همش داشتیم میرفتیم بالا میمدیم پایین و اصلا اینکه آروم بشینیم سر جامون قصه گوش بدیم، خب یه همچین حالتهایی وجود داشت. ولی میگم خاطرات همه از این دستن، یا مثلا خونمون روبروش اون جایی که الان شده پارک توی خیابون ترکمنستان کوچه ناژ، قبلا یه خرابه بود، بچه هایی و خانواده هایی زندگی میکردن که برای خودشون چادر زده بودن و زاغ نشین بودن مثلا. خب من همیشه دیده بودم که بابا وقتی که میاد حالا نون میخره هرچی میخره، تمام مدت با همون پیکان سوره که سوار میشد و رانندگی میکرد و اینا، هی به این بچه ها مثلا نون سنگک میداد، باشون حرف میزد، خیلی با محبت، جوری که خب منم احساس میکردم که خب اینا خیلی خوبن، ولی بعد از اون ور میدیدم که بقیه جوری رفتار میکنن که انگار اینا مثلا خطرناکن، آدم نباید بهشون نزدیک بشه یا مثلا توی این خرابه روبرو نرین مثلا، نمیدونم، ولی خب بابا همیشه جوری دیگه باشون رفتار میکرد. خاطره های اینجوری داره این راستش. حالا اصلا این جنس خاطرات که ایشون که تا الان تعریف نکرده بود جایی، منم مثلا کلا میگم عادت داشتم همیشه خیلی بحث جدی بوده یا جمع مثلا دانشگاهی بوده قرار بوده بحث تئوریکی قلم به سلمه بکنیم، خودم این جنس خاطره تعریف نکرده بودم، ولی یعنی حالا که بابش باز شده برای اولین بار بعد از 23 سال واقعیت همینه. یعنی جدا من خیلی از اوقات به این فکر میکنم، مثلا اینکه از دغدغام تازگی این شده فکر میکنم من به این دلیل عاشق آیاوینی شدم که خیلی خوش رفتار و واجد همه همین ویژگی‌هایی بود که الان تو گفتی، یا اینکه واقعا عاشق تفکرش شدم یا عاشق هر دوتاش شدم. اگه این بود ممکن بود به، اگه این ویژگی‌های رفتاری نبود هم باز همینقدر جلب اون چیزی که اسمش می‌ذاریم تفکرش می‌شدم و نمی‌شدم. این یه خود موضوع پیچیده یه واقعا برام، فکر می‌کنم که هنوز نه، هنوز بهش فکر می‌کنم، ولی خب من بالاخره این ادعا رو دارم، راستش به هر حال اتفاقی بود که برام افتاد که خب بالاخره جز کسایی نبودم که وقتی ایشون شهید شد و شهرت پیدا کرد و دربارش حرف زده شد و حالا همین تصویری که میگی رسانه ازش ساختن بگم خب حالا بهش رجوع کنیم، نه واقعا من حالا بالاخره به همون اندازه‌ای که بچه 18 ساله میفهمه تو اون سن و سال واقعا مجذوب کننده بود برام. یعنی میدونی وقتی میخوام فکر کنم به اینکه من هی بعد میرفتم سوره که چی کار کنم، هی میرفتیم که درباره چی حرف بزنیم، میبینم خب به کاره علاقه داشتم، فضا رو دوست داشتم، دوست داشتم پیگیری کنم، ولی هر دفعه فکر میکردم میشه امروز آیاوینی رو ببینم، میشه مثلا یه ساعت حرف بزنیم، میشه بشینم تماشاش کنم، مثلا بحثاش رو ادامه بدم سر یه چیزی. این یه خود فراتر از این بود که صرفا یه بحث فکری باشه، جذاب بود. این جذابیت از همه این چیزایی میومد که میگی و راست میگی. الان ممکنه خیلی بگم مثلا دارید قلوف میکنید، مثلا یه سری چیزا رو حس میکنید، یه سری چیزا رو برجسته میکنید که بگید مثلا یه آدم خیلی عجیب غریبی بوده. نه واقعا آدم عجیب غریبی بود. آره و به همین دلیل واقعا شبیه شما ندیدم، بدن کسی کم آدمی دیدم که این شکلی زندگی بکنه. الان این چیزایی که داره بهش اشاره میکنه ریحانه خیلی چیز نیست، واقعا مطمئنم اینجوری نبود که مثلا میتونه فکر کنه الان خوب است که آدم مثلا به این بچه‌ای که تو این پارکن کمک کنه. میجوشید از توش، اصلا این شکلی بود حتما. یه تک از همین تک لحظه‌ای که تعریف می‌کنم، مثلا منم تک لحظه تعریف کنم، تو اواخر سال 71 خیلی بهش حمله می‌شد، خیلی بهش معترض بودم به سری نوشته‌هاش، حالا داستان طولانیه. یه بار یه نامه سربریده بالاشو بریده بودم، معلوم بود سربرگ یک مجله نوشته شده، رسیده پست کرده بودم مجله سوره، منو صدا کرد گفتش که تو این روزا هیدری از این ور از اون ور مطلب میگیری، این دستخط تو این سربرگو میشناسی؟ نگاه کردم گفتم نه. گفتم چی شده؟ گفت هیچ، 4 صفحه فحش نوشتن پست کردن اینجا. گفتم خب. بعد یه خورده برآشفته بود، بعد فرداش دیدمش گفتم من شاید بتونم پیدا کنم، ما میخواید این سربرگ رو بدید، من با یه سری سربرگ روزنامه ها اینا تطبیق بدم ببینم کجا این پست شده بود. بعد یهو دیدم حالش عوض شده، گفتش که ولش کن. گفتم چرا ولش کن؟ گفتش این کارا کارا پلیساست، من دوست دارم آدم خوب باشن. یعنی مثلا یه خورده جمله مثلا اینو تعجب کردم، من دوست دارم آدم خوب باشن، یعنی چی؟ یه خورده شاید مثلا حتی لوس به نظر برسه، ولی واقعا میگفت، واقعا میگفت، میدونی؟ یعنی باورش، یعنی یهو تو همون 24 ساعت که گذشته بود فکر کرده بود حالا هر کی بوده ولش کن. آره بعد خب فرق داره، آدمی صادقانه اینجوری یعنی آدمی اداشو در میارن، واقعا صادقانه اینطوری بود، داخل تاثیر میذاشت. از این نوع خاطره ها که البته الان تعریف کرد حسین، خب توی جنبه خانوادگیش تبدیل به این میشد که واقعا اصلا نمیرفت سمت اینکه کسی رو، حداقل اون سالی که من یادمه مثلا از سال 68 به بعد،
ناراحت کنه یا برنجونه. اگه مثلا پیش می اومد توی چه میدونم یه مجلسی شرکت میکرد که به هر حال شاید در اون لحظه ترجیح میداد خب مثلا حالا تو جشن تولد مثلا حالا یکی از بچه ها شرکت نکنه، ولی میومد سعی میکرد همه رو خوشحال کنه، یا حتی سفر میکرد به یه شهر دیگه برای شرکت در مراسم عروسی و همه این کارا رو هم با آرامش میکرد بدون اینکه کسی احساس بکنه که این آدم مثلا خیلی کار داره یا الان دوست داره اینجا نباشه. یا من یه بار دیگه مثلا شاید اگه عصبانیتش رو دیدم سر این بود که من خیلی میچسبیدم به پدرم، یعنی بچه خلوص پدرم. بابایی بودی؟ بله خیلی. یه روز بعد از ظهر که حالا مثلا منو برده بود بیرون، غروب شد میخواست نماز بخونه و منو با خودش برد مسجد. من یادمه یه دامن پام بود، دامن بلند و تیشرت تنم بود، تابستون بود و منم مثلا 7 سالم بود. نماز مغرب رو که خوندیم من یادم نیست مثلا اون گوشش رو بازی میکردم برای خودم یا نماز خوندم، یا یه آقای اومد اعتراض کرد به پدرم که مثلا برای چی دختر رو آوردی تو بخش مردونه، برای چی آوردیش اینجا، بعد بره تو زنونه. بابا خب هیچی نگفت، فقط گفت بیا بریم. رفتیم سوار ماشین شدیم و بعد خب من فهمیده بودم جریان چه، ناراحت شده بودم رفتم از دل من در آورد مثلا یه بستنی چیزی برام خرید، هم مثلا دیگه خودش نماز عشاش هم نخوند و رفتیم خونه نمازش رو خوند. ولی خب اینجوری واکنششون میداد، یعنی نه با اون آقا ده هم به دهن شد که به اون چیزی بگه، نه بر من توضیحی داد که حالا در کمال آرامش. خودش ناراحت شده بود خیلی، حتما قشنگ یادم. چه عجیب که 7 ساله 8 ساله بودین ایشون شهید شدن؟ تقریبا 9 8 9. جالبه که الان داشتم فکر میکردم مهمترین مرد زندگی شما تو اون سن این اتفاق افتاده و خبرش وقتی اومده احتمالاً زمان برده تا متوجه شدیم که چی شده. یعنی انقدر اون لحظه حتما یه چیزی به آدم وارد میشه. من شبیهش رو یه بار دیدم، طول کشید تا بفهمم یعنی چی. حالا شما قطعا زاویه برخورد خودتون رو داریم، ولی بعد اون وقت بعد از چند سال مهمترین مرد زندگیتون بازی خبر میاد که خبر خوبی نیست و این بار فرقش اینه که دیگه شما بزرگین ولی یه بچه وجود داره که حالا اون موقع بعد با بچگیت بهش میپرداختی، الان باید به یه بچه بپردازی. یعنی یه تشابهاتی وجود داره بین این دوتا موقعیت که هر دوشون کاملا با همدیگه فرق میکنن. این اون روزی که اون خبر اومد چه جوری بود؟ این که کاملا هست، یعنی من روز و لحظه و اصلا تمام شرایط شنیدن خبر شهادت بابام رو که فراموش نکردم. این به این لحظه به لحظهش یادمه، ولی ضربه اصلی رو من اون روز نخوردم. یعنی من واقعا چند سال طول کشید تا فهمیدم این که خب آدم پدرش رو از دست بده یعنی چی. ولی خب سر چیزی که در مورد حسین شنیدم واقعیتش اینه که برای من هم تداعی کننده بود کاملا، چون منم عین همه آدم هایی که با شنیدن سرطان یاد مرگ میافتن خب آره یاد همون افتادم، مخصوصا که من تقریبا هم سن زمانی بودم که مامانم شوهرش رو از دست داده بود. او اینا کنار هم دیگه چیده میشد؟ قطعا. آره عجیبه. نه شما بفرمایید که چی شد که یه خب عنوان داماد از این خانواده سر در آوردیم؟ ها واقعا تصمیم قبلی و برنامه‌ریزی قبلی نبود؟ نه قطعا نبوده، آخه ایشون کوچیک بوده اصلا شما با پدرش آشنا شدید؟ راستش بعد شما 9 سالتون بوده؟ بله اون موقع بله. من دفعه اولی که شما 19 سالت بوده؟ بله موقع شهادت. یا آقای 19 ساله توی خانواده با دختر 9 سال چجوری تره کردی بعد بشی دامادشون؟ ها؟ در واقع بعد از شهادت من خب همین جوری رابطه‌مون ادامه داشت، چون به هر حال عمویشون اومد سردبیر سوره شد، مادرشون تو سوره رفت آمد داشت، خب بالاخره کارا رو داشتیم ادامه میدادیم، بعد انتشاراتی که تأسیس شد، کتابایی که منتشر میشد، همینجوری ارتباط وجود داشت. توی این ارتباط خب گپ و گفت و رفت آمد و اینا هم همینجوری ادامه داشت و دیگه یه 2-3 سالی که گفتین شدین داماد. در واقع آره تقریبا میشه یه هم چیزی. یه لحظه در واقع یه روزی داری خواستگاری میکنی وسط گپ و گفت.
به نظر میرسید من اینقدر ادامه دادم این رفت آمد رو که عملا عضو خانواده شده بودم. حالا که عضو خانواده شده بودم بعد خب بالاخره یه وصلتی هم اتفاق افتاد. من واقعا عشق به سینما، اگر که توی خونه پدرم زندگی نمی کردم تون به وجود می اومد یا نه؟ من همیشه این سوالو دارم، چون مثلا خب در مورد حسین کاملا قضیه اینجوری بوده که تو خانواده زندگی می کرده که این عشق مفقود بوده و تو شعله کشیده. در مورد من اینجوری بوده که از وقتی که 6 سالم بوده 7 سالم بوده با آرشیو فیلم روبرو بودم، با اینکه مثلا خب اولین ویدئوهایی که احتمالا وارد ایران شده یکی شما تو خونه ما در دستگاه بتاماکس داشتیم مثلا سنگین که و خب یک ویدئوتون چی بود؟ T7 بود؟ چی بود؟ بتاماکس رو یادم نیست اصلا. ویدئومون T7 بودن معمولاً. آیکا بود اون مارکه؟ آره. آیکا ویدئومون بود. آکایی. 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 یادت؟ آره. چی می‌خوای دختر؟ شبیه دایناسورا و اینا اون ویدئوها کاملاً اینقدر خدمت دارم. و خب آرشیو به فیلمی بود که خب اسم همه فیلم‌های پدرم به زبان فارسی و انگلیسی و اسم کارگردان جلوش بود و یک ستاره که نشون میداد من و برادرم اجازه داریم این فیلمو ببینیم یا اجازه نداریم. ستاره دارا مجوز داشتن. ستاره ها مجوز داشتیم. ولی حالا مثلا بریم بره ستاره دار برداریم. بعدن این کارو کردم ولی نه اون موقع خیلی کوچیک بودم. اون موقع نه. مثلا میشه اصلا فیلم هیچکاکو میدیدم بدون اینکه کلمه انگلیسی بلد باشم ولی خب خیلی میدیدم. مثلا فیلم باد ویکتور شوستروم که خب اصلا چه فیلمی؟ یعنی یادم گذاشتم و بعد یه رو پا شدم دیگه چون دیدم آره اون یه رو هم خیلی دبودم خیلی. دو تا سوال ازتون میکنم و دیگه از هم دیگه خدافظی میکنم. بله بله این آب است. این اصلا مال ایشون. یکی این که بفرمایید بیرون از اینجا حاضرین چی کار بکنین؟ یک نفر تا چند نفر خوشحال بشن؟ شما هم لطفا سوال دوم هم بگم اینه که هر کدومتون یک کتاب این خواسته است، هر کدومتون یک کتاب معرفی بکنید که ما بریم بخونیم. باش اول اولی رو بگیم میخواین اول دومی رو بگیم؟ هر کی هرجو دوست داره. کتاب خوب که انقدر زیاد آدم بتونه توصیه کنه که انتخاب بینش خیلی کار دشواریه، ولی الان من همینجوری دوست دارم بگم برادران کارامازوف چون همه چی توش هست. آره خیلی هم جذاب. شما کتابی که به نظرم به اشتباه همه ما تو ایران توی دوران مثلا حتی اکثر نوجوانی میخوریم در حالی که به نظرم بعد از 30 سال به بالا خوندنم، شازده کوچولوی اگزوپری. آره اون کتابیه که ما تو بچگی کارتونشو میبینیم یا سری انیمیشنشو میبینیم یا کتابشو میخونیم و واقعا درکش برای 30 سال به بالا هست. و بگین حاضرین چی کار بکنین؟ تو حفظ جمع من اول بگم. من راستش فعلا چون به دلیل اینکه خیلی خوب فهمیدن من این بیماری رو دارم و این تجربه رو انجام دادم، هنوز خیلی ازم پرسیده میشه و به مراجعه میشه که چی کار باید کرد و مراحل این بیماری چیه. چیزی که دوست دارم اینه که کمک کنم واقعا، به دلیل اینکه همونجور که تو اول بحث گفتیم به نظرم خیلی هنوز آگاهی در مورد این بیماری کمه و نیاز هست به اینکه با بیمارا صحبت بشه. الان چیزی که برای خودم خیلی جذابه اینه که به کسی که مبتلا میشه، به همراهانش، به کسانی که اطرافشن توضیحاتی بدم، تجربه خودم رو منتقل کنم، چون وقتی این اتفاق در مورد خودم میافتاد واقعا خیلی خوشحال کننده بود، خیلی بهم کمک میکرد. هر مثلا موقعی که من پیوند مغز استخوان انجام دادم یه قرنطینه 35 روزه داشتم توی یه اتاق تنها دیگه. یکی از کسایی که خودش پیوند انجام داده بود 3 سال قبل، من تو ایام عیدم بستری بودم، یهو مثلا روز پنجم با شیرینی اومده بود اون پشت شیشه ها داشتم اینجوری شیرینی پخش میکرد و همه میگفت خوب میشه، درست میشه، هیچی نیست، الان سوالی دارید از من بکنید، شماره تلفن به همه میداد، میگفت هر مشکلی براتون پیش میاد با من حرف بزنید، الان سوال دارید ندارید. اون روز دیدم چقدر خوبه این کار، چقدر خوبه، چقدر آرامش بخشه. تو این کار کردی؟ دوست دارم که دقیقاً این کار رو نه، ولی به هر حال زیاد پیش میاد با آدم حرف بزنم در این مورد. همین امروز اتفاقا داشتم با یه نفر که همسرش مبتلا شده بود حرف می‌زدم و قرار شد با هم دیگه در این مورد بیشتر صحبت کنیم. خب چه خوب. پس می‌کنین کارو؟ حتما. خیلی عالی. یعنی اصلا یه جور احساس وظیفه می‌کنم که این کارو بکنم. به نظرم خیلی خوبه.
و شما خانم؟ من راستش حاضرم بگم که همه آشناهامون و دوستان و اینا بعد از ظهر هر وقت که دیدن که اونقدر خسته شدن که ممکنه مثلا با بچه‌شون بد رفتاری کنن یا هر چی، من آمادم برای اینکه بچه‌شون رو بیارم پیش من، برای اینکه برن یه ذره مثلا یه جا بشینن یه چایی بخورن، یه ذره اعصابشون راحت شه و برگردن. یعنی شما دارین اعلام آمادگی میکنین برای فامیلتون و دوستانتون که بچه دارن، اگر دلشون خواست برن بچه باشون نباشه، برن دست شما برن پی اون کار رو برگردن. آره 3-4 ساعت حاضرم، چون واقعا خواهش میکنم همه اطرافیان از فردا این کار رو بکنم. نه داری ببینم یه هفته دوام میاره یا نه. نه هر روز. نه بکنیم این کار هر روز. خوبه، این خیلی به نظرم باحاله. نه آدم باید بچه داشته باشه تو ارزش اینو بفهمه این یعنی چی. آره قطعا، مخصوصا تو یک سال اول. خوبه تو یک سال اول. خیلی ممنونم از حضور و مهربونیتون. من دو تا هدیه تقدیمتون میکنم، یکی هدیه که حامی برنامه تقدیمتون میکنه، دوم هدیه که ما در خود خندوانه تقدیمتون میکنیم که این یک لوح یادبود از خندوانه به پاس حضورتون این شکلی. دست شما لطفاً جایی بذارین که ببینین. خب خیلی ممنونم، متشکرم از شما. بریم بیایم. یک دو سه. آهنگ هه یا همون ویروس خنده، اولین آهنگ داخل استودیو خندوان است در فصل یک و این خاطر انگیزه برای هممون. خب و به هر حال ترانه‌های جدیدم تو راه، بعضیش هم خوندیم بعضیش هم تو راه میاد و میخونیم. خب خدافظی کنیم.
به احترام مردم عزیز ایران بلند شید. قبل از اینکه مردم عزیز ایران ازتون خداحافظی بکنم، شمایم که سیم کارت با 100 گیگ تموم نمیشه، با 100 گیگ اینترنت پرسرعت ایرانسل استفاده میکنید، میدونید که اینترنت 4G بسیار بسیار اینترنت قوی پرسرعت و درجه یکیه که تمام کشورهای مدرن دنیا دارن ازش استفاده میکنن. تو ایران ما به واسطه ایرانسل صاحب این امکان فوق‌العاده هستیم. خب مردم عزیز ایران، خیلی خیلی متشکر که با ما همراه بودید. ما شما رو خیلی دوست داریم. از خودتون مراقبت بکنید، به هم دیگه مهربونی بکنید، ما رو هم حمایت بکنید، ما هم در کنارتون هستیم. کمربنده رو باز میکنید، کشتن ما از بشونم کمربند، کمربند. یک دو سه درمون براتون تایی میشه تا فردا شب که ببینیم اتون. مخلص، خداحافظتون. یک دو سه شاد باشید.